روز جمعه رکورد فروش یه اثر هنری در حراج تهران شکسته شد، جایی که منتقدانش میگن دست آقازاده ها و نهادهای حکومتی با هم توی کاسه است، ولی مدیرانش که از قضا مدیران دولتی و حکومتی هم بودن میگن که هدفشون تقویت بازار داخلی هنر و اعتلای هنر مدرن ایرانه. حراج تهران که به مزایده آثار نقاشی و هنرهای تجسمی اختصاص داره، با شاعر نشسته اثر پرویز تناولی رکورد تازه‌ای برای خودش ثبت کرد. در 15مین حراج هنری تهران رکورد گرانترین اثر این حراج که تا دیروز متعلق به تابلویی از آیدین آقداشلو بود شکسته شد. حراج تهران از سال 1391 شروع به کار کرده. برگزار کنندگانش میگن حامیان مالیشون اینها هستن و البته مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد هم ازشون حمایت میکنه، اما یکی از حامیان اصلیشون بانک پاسارگاده که دستی هم در فعالیت‌های سینمایی داره و خزانه‌داری آمریکا هم به دلیل نقشش در تامین ارز برای جمهوری اسلامی اونو تحریم کرده. مدیر حراج تهران علیرضا سمیازره که قبلا رئیس موزه هنرهای معاصر تهران بود، یعنی جایی که بعضی از مهمترین و ارزشمندترین آثار هنری مدرن ایران و جهان در اون نگهداری میشه و خودش عملاً یه مجموعه اقتصادیه که یه سرش میرسه به هلدینگ بانک پاسارگاد و یه سر دیگرش به ستاد اجرایی فرمان امام که سهامدار اصلی این بانکه. در کاتالوگ حراج 15ام قیمت شاعر نشسته پرویز تناولی 12 تا 14 میلیارد تومان برآورد شده که به قیمت بالاتر هم فروخته شده. بعضی از کارشناسای هنری میگن اصولاً این حراج که همه چیزش محرمانه است برای پولشویی در داخل و به دست آوردن ارز در حراج‌های خارج از کشور. شاید براتون جالب باشه بدونین بقیه آثاری که به قیمت‌های بالا در این حراج فروخته شدن چیا بودن. آثاری با قیمت‌های نجومی از منیر فرمانفرمایان، سیراک ملکانیان، صادق تبریزی، منصور قندریز، جازه طباطبایی و سهراب سپهری. مجموع فروش حراج 15 هم نزدیک 159 میلیارد تومان اعلام شده. بعضی از منتقدان این حراج هنری میگن اگه به شبکه مرتبط با حراج تهران نگاه کنیم، میبینیم فروش این آثار هنری با قیمت‌های خیلی بالا در واقع یه پوشش برای پنهان کردن معاملاتیه که از یه طرف نهادهای حکومتی و از یه طرف دیگه آقازاده‌ها میتونن توش دست داشته باشن.